اشاره ای به قیام مجاهدین در 5 مهر 1360. همه کسانی که سال 1360 را به خاطر دارند می دانند که مجاهدین از نیمه شهریور سال 60 تا اوایل مهر و سپس در اوج خودش در روز 5 مهر در تهران و برخی دیگر از شهرستانها به آزمایش یک قیام جانانه و راهگشای شهری روی آوردند. سنگین ترین بهای خونین را هم پرداختند تا هرچند الگوی سقوط رژیم شاه را قابل تکرار نمی دانستند، اما می خواستند به میدان آوردن عنصر اجتماعی را یک بار دیگر بیازمایند. پیام قشر پیشتاز جوان و دانشجویان و دانش آموزان این بود: مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی، شاه سلطان خمینی مرگت فرا رسیده، شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده، خمینی حیا کن، سلطنت را رها کن، ای جلاد ننگت باد. من در همان زمان نوشتم که زبان من از توصیف صحنه‌های سراسر شور و ایمان و سراسر پاک باختگی و فدا در آن ایام قاصر است. چیزهایی را که در این بار خوانده و شنیدم نمی توانم بگویم و نمی توانم بنویسم. از من بر نمی آید، کار شعراست، کار استادان نقاشی و موسیقی است، کار معلمان سخنوری و کتابت است. در این حال دجال خوناشام با قساوت ما فوق تصور بسا فراتر از شاه در ذهن توده‌های مردم به گور سپرده شد. شتاب رژیم در اعدام‌های خیابانی و فتواهای پیاپی خمینی که از جانب نمایندگان و سخنگویانش در رادیو و تلویزیون اعلام می‌شد بسیار گویاست. حتی شماری از پاسداران و کمیته‌چی‌های خودش را هم که در صحنه به مجاهدین تیراندازی می‌کردند به اشتباه همراه با مجاهدین دستگیر کرد و شکنجه‌گران و بازجویانش در اوین قسم و آیه‌های آنها را هم که علیه مجاهدین می‌جنگیدند باور نکردند. فرصت یک تلفن کردن به کمیته‌ها هم به آنها ندادند و کارت پاسداری آنها را هم جعلی دانستند و می گفتند خیلی از منافقین از همین کارت ها جعل کردند و آنها را هم سر ضرب اعدام کردند. می گفتند که به فرموده امام امت دادگاه و تحقیقات لازم نیست، هر خیابان دادگاه و هر فرد عادل خودش یک قاضی است. نیم کشته ها را تمام کش کنید، مجروحین را از روی تخت بیمارستان به قتلگاه بفرستید، باقی را چه حامله باشد و چه دختر نوباوه باید کشت. بله، بت خمینی این چنین شکست. رفسنجانی: 4 حکم بر اینها مجاهدین لازم الاجراست: 1. کشته شوند، 2. به دار کشیده شوند، 3. دست و پایشان قطع شود، 4. از جامعه جدا شوند. اگر آن روز اول انقلاب 200 نفر از اینها را می گرفتیم و اعدامشان می کردیم،
امروز اینقدر نمیشد. آخوند موسوی تبریزی: اسیرش را باید کشت، زخمیش را باید زخمی تر کرد که کشته شود. هر کس در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است. لاجوردی: ظرف مدت 2 ساعت که از دستگیری می گذرد محاکمه پایان می یابد و حکم صادر می شود و اجرا می گردد. آخوند محمدی گیلانی: اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می کنند در کنار دیوار همانجا آنها را گلوله بزنید. بدن مجروح این گونه افراد باقی نباید به بیمارستان برده شوند، بلکه باید تمام کشته شوند. کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها بریده شود. آخوند مشکینی: هر کس در خیابان یا هر جای دیگر علیه حکومت اسلامی قیام کرد، همانجا باید حکم اعدامش صادر شود. آقا اینو کاملا
اساسی پذیرش داره. پذیرششو با